من دارم اذیت میشم. میخوای کارو تموم کنی یا قرار تا شب با هم حرف بزنیم؟ قرار نیست کارتو راحت کنم، خودت زحمتشو بکش. خیلی وقت با مردن مشکلی ندارم، فقط یه سوالی ازت دارم. بعدش چی میشه؟ حتما تا تهش تصورشو کردی، نه؟ من و آرمین و جهان و جوله رو میزنی، عکسامونو میگیری میفرستی برای مهندس، اونم آدرس اون به قول خودت قایق نجاتو برات میفرسته، از مرز ردت میکنه. وقتی که بری اونور، نه مهندس هست نه من هستم، آدمای هیئت مدیره هم که هر کدوم داغون یه ور افتادن. اینطوری پادوی اول مهندس میشی. لقب خیلی خوبیه، نه؟ پادوی اول. میارزه به این همه درد سر. میخوای عصبانیم کنی. برای زدنت لازم نیست عصبانی بشن. اتفاقا میخوام منطقی باشی. من ازت خوشم میاد بهمن. یه پیشنهادی برات دارم. تو به راحتی میتونی نفر اول باشی. به جایی که پادوی اول باشی، خودت میتونی نفر اول باشی. برای این کار به 3 نفر احتیاج داری، من، آرمین، جهان. ما میتونیم برات کار کنیم. همه لینک‌ها رو داری، همه چیزو میدونی. آرمین مغزش به دردت میخوره، جهانم اون کله خریش، همه کارو میتونه برات انجام بده. هممون به دردت میخوریم. تو چی؟ تو چی کار میکنی؟ فکرم از من خوشت میاد، دلت میخواد برات کارتو انجام بدم. وقتی مهندس میگه یه آدم باید حذف بشه، یعنی عملا دیگه اون آدم وجود نداره. خب این الان بهترین فرصته برای تو. ما میشیم آدمای مرده. آدمای مرده‌ای که برای تو میتونن کار کنن. خیلی دوست داشتم میتونستم حرفاتو باور کنم. چون حرف زدنت خوشم میاد. من میتونم برات کار کنم. از این التماسات تو این موقعیت‌ها زیاد شنیدم. متاسفانه روم تأثیری نداره. اگه رود تأثیری نذاش، نمیذاشتی تا الان حرفامو بزنم. به پیشنهادم گوش بده، بعدش هر کاری خواستی بکن. پیشنهادت چیه؟ مهندس میخواد ما مرده باشیم. ما چیزایی رو که میخواد براش میسازیم. تو عکسا رو براش میفرستی، نشونی قایق نجات رو ازش میگیری، میری اون طرف، ولی 3 نفر رو اینجا داری که زندگیشون و مدیون تو هست. کارای ایران رو از اینجا برات انجام میدیم تا وقتی موقعش بشه و بتونی مهندس رو بزنی کنار. فرض کن من پیشنهادت رو قبول کنم، تو نقش مرده رو برام بازی میکنی. از کجا معلوم جهان آرمینم قبول کنه؟ هر کی باشه قبول میکنه. تو میگی میشی آدم من. فرض کن من به تو اعتماد دارم، ولی به اونا ندارم. نمیتونم بهشون پیشنهاد بدم. بیهوششون کن، مجبورشون کن نقش مرده رو بازی کنن. هر جا خواستی نگهشون دار، هر کاری بخوای برات انجام میدن. همیشه آدم تو هن، مدیونن به تو. آها، thank you.
چرا تو باید بخوای من نفر اول باشم؟ خیلی ساده است. تو موقعیتشو داری نفر اول باشی. من موقعیتشو ندارم. تو از من خوشت میاد. میخوای من کنارت باشم و کاراتو انجام بدم. من میتونم کارهای این ورو مرتب کنم و جلو ببرم. تو هم میتونی کارهای اون ورو جلو ببری. از بچه هم برای کارمون استفاده میکنیم. اما خودت میدونی نهایت 2 سال میتونی پادوی مهندس باشی. بعدش معلوم نیست جات کجاست. باید کل خونه مصنوعی بگیرم. همیشه از سر تمیز کردن خون حالم بد میشه. تو کاناپت خونی باشه مشکلی نداری؟ نه. 3 نفر از اون لیست کارشون تمومه. ژاله فرار کرده ولی اون خطری نداره. چیز زیادی هم نمیدونه. اگه صلاح میدونین سراغش نریم. بی خودی از خودمون سرنخ میزنیم. من ترسوندمش. صداش در نمیاد. نفت همه فکر کنن مردی. داد و هوارم نمی کنی. اینجا کسی صدا تو نمی شنبه. سلام مادر. خوبی؟ سلام. قربونت. مادر اگه کسی ما رو با هم دید بگو غریبه است، آدرس می‌خواست. اینو بده من. بیا مادر اینا رو خرد خرد بفروش. آدرس تلفنش هم برات گذاشتم. بیا. چرا اینجوری قربونت برم؟ من یه مدتی باید برم سفر، گفتم بیام ببینمت. ایوا من که تو رو ندیدم، کی میام؟ من دیرم میشه. بهت خبر میدم. قربونت برم. نگران نباش. مواظب خودت باش. چش شما مواظب خودت باش. باشه. خداحافظ. خداحافظ. دختر من ها، میخوای بغلش کنی؟ بیا. تنها کمکی میتونیم بهش بکنیم همینه که اینجا مواظبش باشیم. براتون قطعیه که هیچ وقت حالش بهتر نمیشه؟ همونقدر که ممکنه دوباره برگردیم به 3 سال پیش، همونقدر هم ممکنه پگاه خوب بشه. یه رقم میریختم به حساب بانکیش، جزئیاتش یه وکیل میدونه. هزینه نگهداریش هم هر ماه میریزم به حسابتون. هر هزینه دیگه ای هم داشت با این وکیل تماس بگیرین، پرداخت میشه. فقط میخوام بهترین داروها رو براش مصرف کنین، بهترین مراقبت. بچه اذیت نشه. خیالتون راحت. ممنون. تا نگفتم نباید از خونه بری بیرون. پنجره ها رو هم ببند. تا
قبل از اینکه برسم اونور اگه جای آفتابی بشی یعنی اینکه من اونور کارم تمومه. کافی مهندس بفهمه عکس و صحنه سازیه و کسی از شما زنده است. بهت میاد نفر اول باشی. جدا بهت میاد. تا حالا شده بابت کارهایی که کردی از کسی خجالت بکشی؟ از مادرم تا وقتی که زنده بود هر جوری بود از نگاهش در میرفتم، خودم یه جای گم و گور میکردم. آدم هر چقدر احساس قدرت میکنه وقتی جلوی مادرشه این بچه های 5 ساله میشه. به مادرت سر زدی؟ حواست هست چی گفتم؟ آره. من اگه قرار باشه برای تو کار کنم به من اطمینان داری دیگه. چی میخوای؟ موبایلمو. این که بهت اعتماد دارم دلیل نمیشه که ازم بخوای رفتار احمقانه بکنم. نه؟ خب اصلا موبایل میخوام چیکار؟ میشینم کتاب میخونم. موبایل وقت آدمو خیلی میگیره. میتونم اینجا دوش بگیرم؟ آره حتما. آرمین من برگشتم خونه. هر جا هستی سرتر بیا اینجا. یه چیزی در مورد بهمن فهمیدم که بعد حتما با هم حرف بزنیم راجبش. سعی کن به بهمن نزدیک نشو، اون مأمور نیست. موبایل آرمینه؟ آرمین من برگشتم خونه. هر جا هستی سرتر بیا اینجا. یه چیزی در مورد بهمن فهمیدم که بعد حتما با هم حرف بزنیم راجبش. سعی کن به بهمن نزدیک نشو، اون مأمور نیست. زنگ بزن بهم، منتظرم. چیکار می‌خوای بکنی؟ فکر می‌کردم ترسوتر از این حرفاست. قرار بود گم و گور بشه. یه رخ صبر کن. اینطوری کارا رو خراب می‌کنی. شاله می‌تونه به همه بگه من کیم. اون فقط نگران آرمینه. وگرنه تا الان تو رو لو داده بود. اون می‌خواد فقط دست تو به آرمین نرسه. اون می‌دونه من کیم. همینجوری ولش کنم تو شهر بچرخه؟ ببین، تو اگه الان بری دم خونه آرمین، هم مامورا ممکنه تو رو ببینن، هم آدمای مهندس ممکنه به تو شک بکنن. از اون طرف هم اگه بری سراغ شاله، یه جنازه واقعی رو دستت باد می‌کنه. در صورتی که می‌تونی از شاله استفاده کنی. اون میتونه به تو کمک کنه. چه استفاده ای؟ نیا کن، وقتی تو رفتی که عکس‌ها رو بگیری من خیلی فکر کردم. ما احتیاج به نفر داریم که نقشه هامون رو جلو ببره. ولی فکرم به کسی نرسید. الان فکر میکنم که جاله به درد ما میخوره. ما میتونیم از جاله به عنوان پیک استفاده کنیم. آدم های مرده که نمیتونن از خونه برن بیرون، درسته؟ جاله قبول میکنه نقشه پیک رو بازی کنه. اون حاضر هر کاری کنه، آرمین چیزیش نشه. واضح بگو ببینم چی میگی. من و جهان و آرمین از نظر مهندس مردیم، پس نمیتونیم از خونه بریم بیرون. درصدی که جاله میتونه. ما جاله رو میفرستیم سراغ آرمین، یه پیغام بهش میدیم بهش برسونه. ها؟ ته پیشنهاد چیه؟ پرشو بریم. من هیچ جواد نمیام.
اصلا نفهمیدم چی گفتی. رحمان میخواد نشونه مهندس رو هک کنه. میخواد بدونه الان دقیقاً کجاست. لپتاپت آوردم واسهت. واسه همچین آدمی یک ماه بر روش کار کرد، تو داری بر بهمن کار میکنی؟ نه آرمین، بهت توضیح میدم، الان وقت نداریم. اینو ولش کن اصلا، چیزی که الان میخوایم اینه که گوشه بهمن رو هک کنی. یه پیغام اونجا هست که باید بفهمیم چیه. بفهمی؟ تو من کی هستی؟ من همون کسی هم که قرار بود باید زندگی کنه. مثل اینکه ضربه ای که خوردی باعث شده کلا حافظت رو از دست بدی. معلوم هست داری چی کار میکنی؟ داری از بهمن پیغام میاری ولی میخوای گوشی بهمن رو هک کنم؟ قبل از اینکه تو به هم بگی سایت نهنگ آبی کار تو مروارید بهت شک کرده بود. به من زنگ زد ولی مطمئن نبود. یه جای کار گفت داده بودی. کم کم فهمیدم قضیه از چه قراری چی کار میخوای بکنی. به بهمن هم شک داشت که مأمور باشه. الان میخواد گوشیشو هک کنه. نشونه قایق نجات تو گوشیشه. تو مروارید توی تیمی. همه چی شبیه خوابه. قرار تو جهان هم توی تیم باشیم. فکر کنم جالبتر باشه. اگه میخوای گوشی بهمن رو هک کنم، به بهانه زدن رد مهندس ازش بخوام با گوشی خودش یه لینک چیزی از ربطایی که با مهندس داره برام ایمیل کنه. الو بگو. آرمین میگه واسه اینکه رد مهندس رو بزنه بعد هر چیزی که ازش دارین بهش ایمیل کنین. چیزی از مهندس داری به درد بخوره؟ تو گوشیم لینک یکی دوتا حساب از آدماش دارم. لینک حساب بانکی به درد میخوره؟ آره خوب، هرچی دارین بفرستین. باشه، براش ایمیل کن. جاله واقعا این پسره رو دوست داره. بانک اصلا به هم نمیخورن. عشق چیز عجیبیه. فرض کنی نابغه شما... نابغه تو هم هست. بگو نابغه ما داره برای تو کار میکنه. خیلی خوب، فرض کن این آدم من تونست مهندس رو پیدا کنه، کی قراره بره سراغش؟ کی حاضر بره مهندس رو بزنه؟ من بهت میگم هیچکی. هر چقدرم که پول بدی کسی جرئت نمیکنه بره مهندس رو بزنه. باید یه نفر رو بفرستیم سراغ مهندس که اگه زنده برنگشت براش خیلی مهم نباشه. یکی از آدمایی که بهت گفتم به دردت میخوره. خیلی جهان رو بفرستی سراغش؟ جهان تنها کسیه که حاضر هر کاری بکنه که انتقام آناهیتا رو بگیره. بجم دیوونه بازی ننه همیشه خراب کن، یه دفعه گوش بده. ما اگه میخواستیم اذیتت کنیم که اصلا دست و پاتو باز نمی کردیم. همون موقع هر کاری دلمون میخواست میکردیم دیگه. آرمین داره رو گوشه بهمن کار میکنه، نشونی قایق نجات تو گوشیشه. همون ماشینی که قرار بهمن رو ببره اون بر. ما میخوام یه کار کنیم تو تو اون ماشین باشی. آرمین نشونی مهندس رو در میاره، اون بر که برسه وسط میفرستیم. میتونی بری سراغش، همون کسی که دستور قتل آناهیتا رو داده. این گوشی ها رو مروارید گرفته واسه تون، به جز خودمون با کسی دیگه یه تماس نگیره. میگم خیلی عجیبه یه همچین آدمی برای موبایلش پسورد نذاشته. برای اینکه به خودش خیلی مطمئنه. یه کاری کرده که نمیشه عکسا شدی، نه فایلاشو، نه هیچ. اونی هم که میبینی خودش خواسته ببینی.
دیگه الان همه چی با رمز نوشته میشه. پسورد طرف تو حساس میکنه. رفتم تو گوشه بهمن. بعد یکی اصلا پیغامه آخرش باشه. سم همینه ساعت 10 شب. خب اینم آدرس. بعدش چی میشه؟ قرار سر راه بهمن یه تصادف اتفاق بیفته. بهمن چند دقیقه دیرتر برسه سر قرار. تو جهان زودتر میری. آدمای بهمن ردت میکنن اون طرف. وقتی هم که بهمن درگیر تصادف ما به مامورا خبر میده. به مامورا خبر میدی؟ تا حالا فکر میکردم با مروارید داریم کار میکنیم. مروارید خودش رو معرفی کرده. داره همکاری میکنه با مامورا. واسه ببینم. بعد من چی میشم؟ تو اونجا سر صحنه تصادف با منی. بعدش میتونی بری هر جایی که دلت میخواد. بعد چند وقت هم با این گوشیه که دستت میتونی به من زنگ بزنی. البته اگه بخوای. فهم کنی امشب بری کی بتونیم همدیگر دوباره ببینیم؟ اگه همه چی درست پیش بره خیلی طول نمیکشه. دفعه بعد فکر کنم انقدر گنده شده باشی که بتونی از این قایقای نجات برای منم بفرستی. اگه کسی نقشه رو دستم نکشه برم. میتونیم از این پیغامای رمزدار برای هم بفرستیم. البته باید قبلش رمزشو با هم فیکس کنیم نه؟ آره. مثلا همین نشونه‌ای که مهندس برام فرستاده. خب. اینم به رمزه. اگه کسی رمزو ندونه فکر کنه داره یه آدرس رو میخونه. ولی اگه رمزو بدونه میفهمه آدرس اصلی کجاست. چه جالب. کلید رمزش کجاست؟ رمزش یه که شعره. میخوای برات بخونم؟ اگه دوست داری؟ دوست دارم. ولی اگه ندونی بهتره. یه جوری نظم کارا به هم میخوره. حسی که من و تو به هم داریم نباید قاطی مسائل کاری بشم. آره راست میگی. هر جور حست بهت میگه هم کار انجام میدیم. نشونه‌ای که داریم یه رمزه. آدرس اصلی یه جای دیگه است. کلید رمز یه تیکه شعره. فقط همه قبل میدونم. اگه رمز از روی یه کتاب یا نوشته باشه تا ندونیم از چه منبعیه نمیشه هیچ کاری کرد. خب پیامای دیگر رو بگرد چه اسم یه کتاب چیزی توش باشه. بعید میدونم. بس بگیم از چیزی که میشه اینه. ما یه آدرس داریم که هیچ قایق مایقی توش نیست. بهمن سر ساعت گم و گور میشه. منم دستم به مهندس نمیرسه. مامورام که مرواری داره باشون همکاری میکنه میان سراغم و خفتمون میکنن. باری کلا آقای نابغه نقشت تر تمیز بود. جهان جان میتونم ازت خواهش کنم یه لحظه خفشی؟ یاری سری قور میزنم. مؤدب باش. ادب یاد ندم. هر کاری میکنی فقط قور نزن. هر کاری دلم میخواد میکنم. ای بسته دیگه جهان. بذار کارش انجام بده ببینیم چیکار باید بکنی. تو حالت خوبه؟ آره خوبم.
برف زمستانی بر شانه های تو به یادم می آورد کلبه کودکیم چقدر سرد بود. بعضی ها به میگن شعر، ولی بعضی هم اینجور چیزا رو به عنوان شعر قبول ندارن. شعر قشنگیه، از یه شاعر ژاپنی مال 1000 سال پیش. تصاویر جالبی داره، هر حرفش بر اساس حروف الف با میشه یه عدد. ب میشه 2، ر میشه 12، ف میشه 23، برف میشه 2 12 23. تا آخر شعر همینجوری ترجمه میشه. بعد آدرس اول به عدد ترجمه میشه. عددهای مشترکش خط میخورن، عددهای باقی مونده تبدیل میشن به حروف. این میشه آدرس اصلی. فکر میکردم رابطمونو نمیخوای با کار قاطی کنی. آره خب، ولی یه لحظه پیش خودم فکر کردم وقتی پای عشق وسطه نباید چیزی رو از هم پنهون کنیم. تو مطمئنی حست عشقه؟ یکمی زود نیست واسه یه همچین قضاوتی؟ تو چی؟ تو به همه چیز دنیا مطمئنی؟ نه. حالت خوبه؟ آره فکر میکنم یه کمی گشنمه. چیزی میخوری؟ نه منم فکر میکنم سنگینم. من میرم تو ماشین یه چیزی بیارم. پرسامو جا گذاشتم. چیزی بیده کردی؟ اگه با اپ رمز گذاری کرده بود میشد یه کاری کرد، ولی روششون قدیمیه. تا ندونم این شعر چیه نمیشه کاری کرد. نه نمیتونی. آدم وقتی کاری رو نمیتونه بکنه بگه نمیتونم. اینقدر دیگه شعر رو میگه. تو اگه فقط راجع به چیزایی که میدونی حرف زنی کلا خیلی کم حرف میشی. میدونستی؟ نه خوب شد گفتی. نظر زنگ بزنیم به مروارید؟ اگه چیزی فهمیده باشه خودش به من میگه. صبر کن. پشت آینه دستشویی جای خوبی برای قایم کردن گوشی نیست. نم میکشه. تو خودت همه چیزو به من گفتی که انتظار داری من همه چیزو بهت بگم. اومدی سراغ گوشی برای یه نفر شعر بخونی. الان یه عده منتظر رمزو بهشون بگی. واسه کی کار میکنی؟ بذار به توضیح بدم. من برای کسی کار نمیکنم. برای کی کار میکنی مروارید؟ من برای کسی. حرف نزن. بگی. الان خودم میفهمم. برو بشین. شماره بگیر. آخرین شماره ای که اسمس دادی. شعر براش بخون. حفظ شدی که. بهمن بذار بهت توضیح بدم. بگیر. یلا. برف زمستانی بر روی شانه هایت به یادم می آورد کلبه کودکی هم چقدر سرد بود. من ترکیب اعداد و حروف باشه روش کلاسی که بده میشه 2 ری ری 12 فی فی میشه چند؟ فی سر کاریم 23 ز میشه 13 ز 13 می میشه 28. من به نقشت فکر کردم، بد اطمینان نداشتم، ولی نقشت منطقی بود. از هر زاویه که بهش نگاه میکردم به نفعم بود. این
آدم اول و پادای اولی که گفتی تحریکم کرد که نقشتو قبول کنم، ولی بعد امتحانت میکردم. اون نشونی هیچ رمزی نداشت. من اصلا با مهندس با رمز حرف نمیزنم. این شعر و رمز رو گفتم همینجوری از خودم در آوردم، چون میدونستم اگه با کسی در ارتباط باشی حتما به شما منتقل میکنی. این ایده شعر و رمز ایده جالبی بود. نبود؟ جالب بود. الان خیلی دوست دارم قیافه اونایی که دارن رو رمز کار میکنن و ببینم. حسابی سرش زرشون گرم شده. نمیفهمید چه کوفتی، هیچی از این در نمیاد. شاید باید شعر رو برعکس بنویسی. من نمیدونم، یه مدلی از شعر رو برعکس می‌نویسن رو کاغذ، بعد میگیرن جلو نور. شاید اینجوری رمزش در بیاد. البته اگه رمزی باشه بد نیست، شاید واقعا با برعکس بخونش. مسخرمون کردن، مسخرمون کردن. همون سرکاری صافت خوابه با هم میریم بیرون. خودم با کاری ندارم، ولی دستی یه سری میفتی که خوب از پست برمیان. حالی چود سو استفاده از من بد نمیدار بوده بودن نمیدنی فهمیدی؟ چه صافت از وقتی که حالت تعود بیشتر میشه فقط نیم ساعت فرصت داری تا زنده بمونی، میفهمی؟ الان پا تو حد در بذاری بیرون، من اونم بایستادن اونجا نیم ساعته میرسوننت به بیمارستان. حتی اقلش اینه که بیشتر از نیم ساعت زنده میمونی. شاید برم بیرون بگیرنم، ولی بعد به خودت هم میمیری. خودت هم اون کفتی رو خوردی. معلومه که خوردم، چی فکر کردی؟ زهر مار چی بود؟ مرگی موش بود. خیلی ناجور آدم با مرگ موش بمیره، نه؟ اونم با اون برنامه های مزخرفی که برای خودت داشتی. برو کنار. ببخشید، خونه قدیمه چیزی بهتر از مرگ موش گیرم نیمد. برو کنار دیوونه. جاله اون آدرس درسته، به این همونجا فهمیدی؟ گای همیشه دلش میخواست این آدم حسابی ها لباس بپوشم. فکرشم نمیکردم اولین بار لباس اعضای خودش باشه. قسم خورده بودم که تا قاتل آنا رو نزنم واسش عزا نگیرم. دنیا از امروز دوباره واسه من شروع میشه. حسابمو با همه صاف کردم. گفتی مراقب دخترم باش. گفتم چشم. رفتم سراغش و شدم بادیگاردش. ای جایی فهمیدی داره جاده خاکی میره. آخه اون زودتر از بقیه قانونا رو فهمیده بود. میدونست خانواده و فامیل و دوست و آشنا کشکن.
آدمیزاد صاحب سرنوشتش و بس. قاضی اونم دست خودش نیست، فقط چه جور بازی کردنش دست خودشه. اینه چیزی که زندگی آدم داده. آنها اینا رو میدونست، بازی تو به هم ریخت چون بازی بلد بود. فکر نمی کردم اونقدر دنیای بیرحمی شده که مادر به زایدش رحم نکنه، وگرنه این همه دنبال نخودسیا نمی دویدم. الان اینم میاد تو لیست احتمالاتم، آدمیزاد ممکنه به زایدش هم رحم نکنه. چته؟ رد دادی یا؟ شیرام خنده داره؟ تو باورت میشه من با یه لیوان شیر مونده یه نفر رو گیر انداختم؟ بهش گفتم توش مرگ موشه، ولی فقط شیر مونده بود. یارو آدم عوضی بود؟ آره خیلی. پس قطعا باید مرگ موش میدادی بهش. اتفاقا میخواستم بدم، ولی خونمون قدیمی بود، مرگ موشا تموم شده بود. بعد قیافه طرف رو میدیدی، آدم وقتی فهم میکنه داره میمیره قیافش دیدنی میشه. بهت بگم آ، شیر موندن بعد کوفتیه. میدونم، خودم درست رفت آمد بودم. اینا چیه همش داری مینویسی؟ پنج سال پیش اولین دفعه که ما همدیگر رو دیدیم با هم قهوه خوردیم. حالا هم که میخوایم از هم جدا بشیم بازم داریم یک فنجون قهوه با هم میخوریم. همه چیز ظاهر شبیه پنج سال پیشه، ولی چقدر همه چیز از درون تغییر کرده. روحمون اینه کاغذهای دیواری کهنه رگه رگه و پوسیده و ورامده شده. هیچ چیز دیگه مثل سابق نیست، هیچ چیز دیگه مثل سابق نمیشه. تو این چند ماه خیلی به همه چی فکر کردم. باید برگردی سراغ درست زندگی تو بکنی. آدمی مثل من فقط برات درد سر دارم. اگه بعد چند ماه برگشتم ببینم ات، فقط به خاطر این بود که نمیتونستم همینجوری تمومش کنم. تمومش کنی؟ دیگه نباید همدیگر ببینیم. بعد این قسمت از زندگی تو کلا فراموش کنی. فکر کنم اصلا اون روز تو سایت کتابخونی با هم چت نکردیم. هیچ وقت هم دیگر تو اون نمایشگاه نقاشی ندیدیم. شاید منم یه راهی پیدا کردم رفتم یه وری، ولی نمیخوام زندگی تو مدام تو ترس و استرس حروم بشه. اگه نتونستم این مدت که با آتش نشدم و فراموش کنم چی؟ میفهمم، میفهمم. اگه یادم نره تمام این مدت داشته به هم دروغ میگفتی چی؟ اگه یادم نره دقیقا همون موقعی که به هم قول دادی گذاشتر جبران میکنی داشتی یه سایت آدم کشته اداره میکردی چی؟ این هم آدم بدبخت کردی، سرنوشته این هم آدم رو عوض کردی. اگه یادم نره به خاطر تو چه کابوسایی داشتم چی؟ فهم میکنی من کابوس ندارم؟ همون مدتی که فراری بودم یه شبم راحت نخوابیدم. تو کابوس میبینی، ولی من دارم تو کابوس های تو زندگی میکنم. اشتباه کردی به هم زنگ زدی، من جامونو به مامورا گفتم، همشون الان اینجا. منتظرم فقط یه ذره از جا تکون بخوریم. وقتی داشتم از قول سایت برای آدم و پیغام میذاشتم،
عمدن از یک کتاب توی یکی از پیامام استفاده کردم فرستادم برای مروارید. میدونستم بهم شک میکنه. از همون موقع هر کاری کردم که گیر بیافتم ولی نمیشد. صد تا سرنخ گذاشتم ولی همهشون میرسید به خودم. دوست نداشتم تسلیم بشم. دوست داشتم گیر بیافتم. فکر نکن تو منو گیر انداختی. همه چیه جوری چیدم که تهش به اینجا برسه. مطمئن بودم این کارو میکنی. از که این تصمیم رو گرفتی؟ از روزی که فهمیدم مادرم به خاطر نقشم تو سایت مرد. از همون روز بود. سعی کن هر اتفاقی که میفته آروم باشی.